سیومین روز تیر ماه برابر با 21 ژوئیه، سال 1177 خورشیدی برابر با 1798 میلادی، آغاز جنگ اهرام بین نیروهای فرانسه و مصر، با قدرتگیری ناپلئون بناپارت در فرانسه و آغاز کشورگشایی های او. ناپلئون در ابتدا قصد حمله به انگلیس را داشت، اما از آنجایی که نیروی دریایی فرانسه توان لازم را برای این کار نداشت، ناپلئون تصمیم گرفت که در خارج از اروپا بر انگلستان لطمه بزند. به همین دلیل از آنجا که هندوستان مخزن قوای اقتصادی انگلستان به شمار می رفت و سرزمین مصر نیز در مسیر هند قرار داشت، ناپلئون نقشه حمله به مصر را کشید. بنابراین جنگ میان فرانسه و مصر آغاز شد و علی‌رغم مقاومت مصریان، ناپلئون موفق به فتح مصر گردید. سال 1277 خورشیدی برابر با 1898 میلادی، زادروز ارنست همینگوی، نویسنده آمریکایی. ارنست میلر همینگوی که در ایالت شیکاگوی آمریکا متولد شد، از کودکی به ادبیات علاقه داشت. از این رو از همان زمان شروع به نوشتن مقالات ادبی و داستان در روزنامه‌ای که خود شاگردان اداره می‌کردند نمود. او پس از پایان تحصیلاتش در جنگ جهانی اول شرکت کرد و سپس خبرنگار جنگی شد. همینگوی پس از پایان جنگ و کسب مدال جنگی با نوشتن رمان‌هایی چون خورشید همچنان می‌دمد و وداع با اسلحه به شهرت رسید. همینگوی علاوه بر نویسندگی علاقه مفرطی به شکار داشت و اغلب اوقات فراغتش را به این کار اختصاص می‌داد و سرانجام هم زمانی که مشغول تمیز کردن تفنگ شکاریش بود، گلوله‌ای شلیک شد و به زندگیش خاتمه داد. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، قدم نهادن اولین بشر بر روی کره ماه. دانشمندان فضایی شوروی که با پرتاب نخستین قمر مصنوعی زمین برای تسخیر فضا پیشگام شده بودند، با فرستادن نخستین انسان به فضا در این مسابقه پیشتاز شدند. از این پس رقابت آمریکا و شوروی برای تسخیر فضا شدت یافت و آمریکا توانست اولین سفینه بدون سرنشین را بر روی کره ماه پیاده کند و کمی بعدتر هم موفق شد اولین انسان را بر کره ماه بنشاند. سفینه آپولو 11 با 3 سرنشین به فضا پرتاب شد و پس از 3 روز سفر و طی بیش از 380 هزار کیلومتر مسافت در مدار کره ماه قرار گرفت. قسمتی از این سفینه که خود مجهز به موشکی برای برخاستن از سطح کره ماه بود، از سفینه مادر جدا شد و با 2 سرنشین بر روی کره ماه فرود آمد. در این هنگام یکی از آن 2 با نام نیل آرمسترانگ نخستین انسانی بود که بر روی کره ماه قدم نهاد. آرمسترانگ پس از 21 ساعت و 37 دقیقه توقف در سطح کره ماه و گردش و نمونه برداری و عکس برداری از قسمت‌های مختلف آن، به سفینه مادر بازگشت و این سفر با مراجعت فضانوردان به کره زمین پایان یافت.